توی قسمت قبل متوجه شدیم رانی استاد مرموزی داشته به نام جادوگر برفی یا اسنوویچ. همینطور متوجه شدیم رانی بعد از مرگش توی شب چاقوهای سیاه تبدیل به چیزی شده که ظاهر شبیه به عروسکیه که تصویری از ماهیت واقعی اسنوویچ. و در نهایت با توجه به پایان فرنزی و باز شدن چشم ملینا به مشابه چشم آبی رنگ رانی و شباهت رانی و همینطور قسمت اول و تئوری گروم آیت کوین، این تئوری مطرح شد که اسنوویچ میتونه ملینا یا در حقیقت گروم آیت کوین دختر ماریکا باشه که پشت طراحی همه چیز بوده، از شب چاقوهای سیاه تا همراهی ملینا و تارنیشت. آیا داستان رنالا میتونه حلقه های گم شده ی اسنوویچ رو برامون باز کنه یا نه؟ این چیزیه که توی این قسمت قراره با هم دیگه ببینیم. آقا سلام، به قسمت جدید شورتکات قسمت سوم خوش اومدین. این ویدیو برای دفعه دوم داره ضبط میشه در جریان اتفاقاتی که واسه پی سی افتاد و اینا هستین. اونایی که نیستید بخش کامیونیتی، آقا کامیونیتی، پستای کامیونیتی رو نگاه کنید. با ظاهر متفاوتی این میگم متفاوتی اومدم عینکمو، حالا مشکل داشت عینکمو گذاشتم، یه ذره نورو اذیت میکنه ولی اشکالی نداره، ویدیو استریم نیست. بی مقدمه بریم سراغ ماجرای رنالا و اینکه این قسمت چقدر قراره به ما کمک کنه تا با اسنوویچی که تو قسمت قبل تئوریش مطرح شد آشنا بشیم. این قسمت یه ذره بیشتر قراره سراغ آیتما بریم. اینم رو از همین الان بهتون بگم که رنالا یکی از معدود شخصیت‌های النریه که به شدت آیتم‌های داخل بازی راجبش قصه میگن. یعنی برخلاف بقیه که شما دیالوگ و کاتسین خیلی زیادی دارید، شما ملاقاتتون با رنالا خیلی زیاد نیست. به جز حالا بعد از اون فایتی که باهاش میدید برای استفاده از لاوراتیر وقتی میدید سراغش، ولی داستان رنالا در طول بازی خیلی کاتسین عجیب غریبی نداره. اما آیتم ها آخ نگم براتون، واسه همین قسمت احتیاج داریم که اول یه سری دیتاهای اولیه رو داشته باشیم بعدش تئوری رو مطرح کنیم. قبل از هر چیزی میریم راجع به رنالای زمان حال و اندکی قبل از اتفاقات النری ببینیم چه آیتمایی توی بازی داریم که قراره برای ما مسیر رو روشن کنن. من هم دفتری که آماده کردم و کلی نوشتم دم دستم بذارم، هم اطلاعاتی که قراره برای شما هم روی صفحه نشون بدیم. اولین چیزی که میریم سراغش آیتم ریممبرنس رنالاس، یعنی که بعد از کشتنش توی راوند تیبل شما به راحتی میتونید به دست بیارید، ریممبرنس آف دی فول مون کوین. چیزی که اینجا میگه، الان راجع به خود اطلاعات اولیه رنالا میریم، اینجا راجع به یه توضیحی میده، میگه آقا رنالا رهبر گلینستون، شوالیه های گلینستون بوده. چرا بچه‌ها این داستان شوالیه گلینستون مهمه؟ توی ویدیو یه تحلیل DLC النرینگ اشاره کردم، اون زنی که میبینید روی صندلی نشسته دقیقا تو اون بخشی از مأموریت رانی که مربوط به شوالیه های گرینستون میشه به شکل ساعت شنی ما استفاده میکنیم برای چرخوندن اون معبد، زمانی که میخواستیم بریم پیش جسد رانی و توی مأموریت رانی اگه یادتون باشه میرفتیم، واسه همین شوالیه گرینستون مهمن تو داستان رنالا و همینطور رانی که حالا میخوایم بحث اسنوویچ رو باز کنیم. پس میفهمیم که آقا رنالا با توجه به این آیتم رهبرشون بوده. توی اطلاعات کاریان نایت سورد میگه تعداد اینا کمتر از 20 تا بوده و قدرت خیلی زیادی داشتن. اینکه تو DLC ما با شوالیه گلینستون قرار سر و کار داشته باشیم چیزی نیست که من بگم، حتی واتی ویدیا هم بهش اشاره کرده. جزء دیتایی هست که مرتبط به رنالا میشه. خب اینکه حالا چرا اینا انقدر قدرت داشتن و چرا قدرتشون متفاوت بودن به گذشته رنالا مربوطه، ولی نه به گذشته که الان میخوام واسهتون تعریف کنم. یکی از استرک‌های بازی به مانگای برسرک، اونایی که حالا مانگا رو دنبال میکنید، اون شمشیرهای عمودیه که تو بازی وجود داره و ارادت آقای میازاکی هم به برسرک رو قطعا میدونید. این شمشیرها قصه های مختلفی تعریف میکنن، اسمشون هم سورد مانیومنتسه که ما دو تا سورد مانیومنت داریم تو بازی که تو همون منطقه رنالا هستن که این دوتا راجع به جنگ چی صحبت میکنن. رنالا و رادگون، شاید خیلیاتون تا الان تو داستانایی که من یا بقیه راجع به الدن رینگ گفتن شنیدی که آقا رنالا و رادگون فقط نبرد داشتن، این براتون شاید جدید باشه، اینا دو بار با هم جنگیدن. و خب توی اطلاعات یکی از اینا هم خیلی جالبه، میگه نو ویکتوری فور د گلدن نور فور د مون. حالا مون منظورش دقیقاً تیم رنالاست، چون این رنالا در واقع کنترل کننده ماه کامل بوده و این دوتا بخش به این مقوله اشاره میکنه که آقا اینا به هیچ وجه دوتا نبردی هم که کردن برنده نداشته. بعد میریم سراغ یه NPC که خیلی مهمه، لاکپشتی که توی چرچاوا باش آشنا میشید، میریل. کتابایی هم که تو بازی پیدا میکنید حتما میدید به میریل، جابجا نمیشه تو بازی، راحت میتونید ماجیک و انکانتیشن رو ازش بگیرید، به این و اون میدید یهو گم و گور میشن.
ولی نکته‌ای که هست، میریل دیالوگای خیلی زیادی داره و یکی از مهمترین دیالوگایی که داره مقوله عاشق شدن رنالا و رادگون و ازدواجشونه. ببینید بچه‌ها، الان دلیلی که دارم آیتما و دیالوگا رو بهتون نشون میدم واسه اینه که بدونید یه سری فکت ها رو داریم که فارغ از تئوریان و تو بازی وجود دارن، همچین شیکمی نمیاد بیرون. یه چیزی هم داریم به اسم تئوری که حالا درسته، حالا خیلی هم نمیشه گفت شیکم، اصلا یه سری استدلالاست، ولی به عنوان فکت نمیشه مطرحش کرد. اینو از این جهت میگم که بچه‌ها مثلا کامنت پیش میاد میذارن بعضیا، نه اون اونطوری نبوده، به نظر من اینطوری بوده، من یه تئوری دارم که اینو میگه. آقا تئوری که بر اساس فکت داخل بازی نباشه یا فکت داخل بازی رو نقض کنه رد میشه. یعنی شما زمانی یه چیزی رو میتونید تئوری برای بازی مطرح کنید که رو فکت بخونه، اگه با فکت نخونه یا باید یه فکت دیگری پیدا کنید که تایید بده، یا اگه نداشته باشه میشه تئوری من درآوردی، خیلی قابل استناد نیست. واسه همینم این دیتاها رو داریم مرور میکنیم. بعد میریم جلوتر، ما یه دونه دارک مون گریت سورد داریم که شمشیر مورد علاقه آقای میازاکی تو همه بازیاش هم هست و دقت کنید که تو همه بازیاش معمولا میده دست یه آدم خیلی مهم یا یه جای خیلی مهمی پیداش میکنید این قصه ها. یکی هم گلدن اوردر گریت سورد داریم که یکی از شمشیرهای رادگون به حساب میاد. اطلاعات این دوتا بازی نشون میده که خانم رنالا دستی بر شمشیر سازی داشتن، حالا دستورشو میدادن هر چیزی، خلاصه ماجیک پجی که کاری هم بوده روش انجام میدادن. و تو اطلاعات گلدن اوردر گریت سورد میفهمیم که آقا این شمشیر که مال رادگون بوده هدیه همسرش رنالا بهشه، یعنی خانم رنالا یه کادویی هم به همسرش داده. حالا از اینا چجوری من تئوری میکشم بیرون، فعلا داریم دیتا رو جمع میکنیم، جا خوباشو تئوری هم میزنیم بیرون. میریم جلوتر، ما یه NPC داریم تو بازی، خیلیاتون حتما چیز داشتین باش، با در واقع حالت اینویدرش فایت دادیم 100%، راجیر که سر ماجرای سایت کوست فیا و داستان فیا بابتش حرف داریم. سایت کوست فیا هم بهش ربط داره، به راجیر خیلی مرتبطه. راجیر در واقع میاد مهر تایید میزنه رو سه تا فرزند رنالا رادگون، میگه رایکارد، رادان و رانی سه تا بچه های در واقع ماحصل ازدواج رادگون و رنالا بودن که این NPC در واقع به ما میده. دوباره میریم سراغ میریل. میریل یه اطلاعات دیگه هم که میداد راجب بحث جدایی بود، بحث طلاقی که بین اینها اتفاق افتاد. میریل توضیح میده که چی میشه که رادگون و رنالا از همدیگه جدا میشن. یه نکته جالب اینه که خیلی خوبه، آقا نمیدونم اینقدر تحلیل و تئوری و داستان داشتیم چطوری پس بچه های رنالا و رادگون دمیگاد شدن، نمیدونم چون رادگون ماریکا بوده پس منطقی هست، دنبال این چیزا نباشید. خود بازی گفته بهتون توی رادان گریترون توضیح داده، به تو بخش رادان گریترون توضیحاتو بخونید میفهمید. آقا اومده گفته که بچه های رنالا رادگون که در واقع بچه های رادگون هم به حساب میاد، یه کادو گرفتن بعد ازدواج زنباباشون، یعنی ماریکا به عنوان زنبابای این سه تا بچه بعد از ازدواجش با رادگون میاد چیکار میکنه؟ یه کادو میده، میگه آقا بچه هات همه دمیگاد، یعنی به عنوان خدای سرزمین ماریکا اون لحظه میاد پروسه دمیگادی رو اهدا میکنه به اینا، میگه آقا مال شما. دنبال خیلی تئوری نباشه، اینجا اتفاق افتاده. یکی دیگه از NPC هایی که بابت رنالا حرف میزنه سرگی دیون آنفیره که خب من همیشه میگم دی آل نوینگ، شما هم احتمالاً به اسم آل نوینگ میشناسید، توی راند تیبل هست، بعدن هم سه تا باس قبل باس آخر، دو تا باس قبل باس آخر، یعنی قبل آره دیگه میشه قبل دو تا میشه سه، آقا سه تا مونده به آخریه دیگه، ولم کنید باهاش فایت هم میدید. دی آل نوینگ راجع به اون تخم کهربایی که رنالا بغل کرده توضیح میده، میگه اینم رو رادگون داده به رنالا. و در نهایت توی اطلاعات گریت رون آف دی آنبورن شما متوجه میشید که بعد از اینکه رادگون رنالا رو ترک میکنه، رنالا بچه دار میشده ها، ولی بچه های ناقصی به دنیا میآورده که شما تو محیط باسوادی بچه ها رو میبینید که رو زمین دارن میخزن و در واقع بچه های رنالا بچه هایی هن که درست درمون به دنیا نیومده بودن. این گریت رون آف دی آنبورن هم که خب اطلاعاتش رو داریم. اما از اینجای ماجرا تا اینجا هر دیتایی دادم خیلی به کار ما نمیاد تو بحث تئوری که میخوایم مطرح کنیم، فقط دونستیم چون قبل قصه رنالا هم رو بگیم، دونستیم آقا رنالا قبلا چه اتفاقاتی بوده، گذشته با کی ازدواج کرده، چی شده، جدا شده و این قصه ها. اما بریم سراغ کاریان فلیگریت کرست، تالیسمانی که شما از ایجی میگیرید و تو بازی هم اگه بخواید اسکیل بزنید، مانا کم مصرف کنید یا ماین کم مصرف کنید، ازش استفاده میکنید. اما این آیتم توی توضیحاتش میگه که آقا
این مدال، یه جوری مدال شجاعت، مدال آقا افتخاری بوده که شوالیه های محافظ پرینسس رنالوکاریا دریافت میکردن. آیا اینجا اشاره به شوالیه های گلینستون داره؟ اونایی که تعدادشون خیلی کم بوده یا نه نمیدونیم، تو DLC مشخصا راجبش میفهمیم، ولی توضیحش جالبه. میگه Now there is only one princess Rani daughter of Renal. اشاره و تاکید داره، میگه آقا اینا محافظای شاهزاده بودن. خب اینو که متوجهی دیگه، توی اون دارو دسته کاریان و جادوگرهای کاریان مردها قدرت جانشینی رئیس قبیله رو یه جوری نداشتن و بین زنها جا به جا میشده، یعنی بعد از رنالا باید یه زن به قدرت میرسیده و قدرت کلا خانواده کاریان رو عهده دار میشده. واسه همین رایکارد و رادان با دیفات خط خورده بودن، که حالا سر ماجرای داستان رایکارد و رادان هر موقع رفتیم بابت اینم حرف میزنیم، کلی هم ماجرا داشته این قضیه. ولی چرا تاکید داره Now there is only one princess؟ آیا مدعیان جانشینی رنالای دیگری هم داشتیم، یا آیا فرزندان دیگری رنالا داشته، یا خانواده درجه یکی داشته که پتانسیل جانشینی رنالا رو داشتن یا نه؟ چرا این تاکید شده؟ این اولین نکته مرموزیه که پرونده امروز قراره شروع کنه باهاش و بره جلو ببینه به جایی میرسه یا نمیرسه. میریم جلوتر. خوب به این دقت کنید. استارگیزر کلی آیتم و المان تو بازی به این اسم هست، مفصلتر جلو حرف میزنیم. اولیش استارگیزر هیرلومه. استارگیزر هیرلوم چی میگه؟ استارگیزر هیرلوم میگه که خانوم رنالا به عنوان یه اخترشناس، یه ستاره شناس، یه منجم با ماه کامل آشنا میشه و تبدیل میشه به این جادوگری که امروزه میشناسیم. پس رنالا قبل از جادوگریش منجم بوده. تو این آیتم میگه که با ماه کامل که آشنا شد، جادوهاشو یاد گرفت، شد این رنالای قدرتمندی که امروز میبینید. جلوتر ما یه سلاح لژندری داریم توی منطقه همون بخش تیری سیسترز، اونها یکم قبلترش، اونجا بگردین این سلاح لژندری رو پیدا میکنین. اینجا گاید آیتم نیست، اسمش سورد آف نایت اند فلیم. سورد آف نایت اند فلیم مهمترین آیتمیه که امروز راجع بهش قراره حرف بزنیم. توضیحات خیلی جالبی داره. من چون خیلی اکسنت شخمی دارم، از روخونیش که دارم متنشو که تصویر براتون گذاشتم، میریم جلوتر چیزشو میگیم. من در همزمان فارسیشو میگم. میگه آقا این اخترشناسا، این ستاره شناسا، این منجمایی که قبل جادوگرا بودن، حالا دوتا معنی میشه کرد، قبل جادوگرا بودن یا ستاره شناسایی که بعدن جادوگر شدن، ولی آره این بیشتر معنی اینو میده که مثلا این منجمایی که قبل از به وجود اومدن جادوگرا بودن، ولی مستقیما هم به اون اشاره داره. شما داستان رنالا رو یادتون باشه، تو آیتم قبلیه گفتم قبل از اینکه جادوگر بشه ستاره شناس بوده. ستاره شناسایی که قبل جادوگرا بودن خودشونو کجا مستقر کردن، کجا زندگی میکردن، کجا محلی بوده که استقرار داشتن. میگه یه جایی تو قله های یه کوهی که خیلی نزدیک به آسمون بوده. میخواد بگه آقا یه کوه بلندی بوده و اینا اونجا بودن. تو ادامه جمله طلاییشو میگه، میگه تو همسایگیشون فایر جاینتس بودن. میگه آقا غولای آتیش همسایه‌شون بودن. تو کل بازی ما یه منطقه داریم، منطقه برفی اگه سه بخش کنید که جاینتان، یه بخشی که فایر جاینته و کلی هم جاینت میبینید که آثار باقی مونده از نبرد ماریکا و جاینتاس اونجا گذاشته، میتونید ببینید که خب جاینتا حضور دارن. یه منطقه وسطه که تقریبا ارتفاع بلندتری هم داره، یه منطقه هم سمت چپه که میره الکتری واسه ملنیا و میکلاس. اون منطقه وسطه تنها منطقه‌ایه که در همسایگی محل زندگی فایر جاینت ها وجود داره، در واقع در همسایگی جاینت های منطقه برفی، و ایزن یه کوه بلندی هم داره. خب آیا اونجا بوده جایی که رنالا زندگی میکرده به عنوان ستاره شناس؟ بریم جلوتر ببینیم چیزی پیدا میکنیم یا نه. میریم جلوتر، یه آیتمی داریم به اسم رانیز دارک مون، یه در واقع ماجیک به حساب میاد. رانیز دارک مون یه اطلاعات خیلی جذابی میده که باز پرونده رو خیلی جذابتر میکنه. میگه که آقا این تیکه اولش مهمه، این جمله اول طلاییه. میگه This moon was encountered by a young رانی. میگه این ماه به وسیله رانی جوان که میگه، یانگ رانی که میگه، یعنی رانی که خیلی جوانتر چیزی که تو بازی شما دیدین.
میگه که این ماه یعنی دارکمون توسط رانی کنترل شد، کاما زده گفته led by the hand of her mother، میگه در حالی که مامانش همراهیش میکرد. بعد تو ادامه چی میگه؟ میگه what she beheld was cold, dark and wild in occult mystery. من ریدم تو اکسنتم. تو ادامهش میگه که چیزی که رانی میدید سرد و تاریک و پوشیده شده از یک راز مخفی بود. آقا مگه نه این که ما تو قسمت قبل گفتیم منتور خانوم رانی یه جادوگر مرموز بوده که بعدا راجع به اسنوویچ حرف زدیم. این دیالوگی که آقا با رهبری با همراهی led by the hand of her mother یعنی چی؟ ببینید نکته که این وسطه اینه که ما الان تئوریمونو طوری باید بر اساس فکت ها جلو ببریم که با منطق جور در بیاد. بیان یه کار کنیم بگیم آقا الان خود رنالا رو بذاریم اسنوویچ به بیراهه میریم، هزار تا فکت نقض کننده شم از تو قسمت های بعدی یا شاید همین قسمت هم بهش اشاره بشه. بیاید این مقوله رو بیخیال شیم، رنالا یه ستاره شناس بوده، بعدن شد بعدم ماه کامل رو دیده تبدیل به منجم شده، اوکی. پس چرا دارکمون جز قدرت های رنالا نیست؟ و این نشون میده آقا توی کل اطلاعات هم برید نگاه کنید، حتی یه سری ماجیک ممنوعه داریم، اینه که کاریان و کلا رنالا و کاریا با یه سری ماجیکا مشکل داشتن. استارت اینجا هم که با پیدا شدن سر و کله خانم رنالا شکل گرفته. خانم رنالا هم که ماه کامل رو دیده، پس قویان کسی که دارکمون رو داشته یاد میداده به رانی رنالا نبوده. یه دلیل دیگه هم هست، آقا یارو مامانشه، مامان شما یه غذای جدید میخواد بهتون بده، میگه این توش اینه عزیزم، اینه 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 بخور، مثلا اینجایی که میریم اینجا اینطوریه. مگه میشه مادر یه نفر یکی رو ببره یه جا و بعد توضیح نده؟ پس اینجا اولین تئوری خلق میشه، رانی و رنالا به یه سفری رفتن، یه جایی رفتن که در واقع رنالا لد میکرده بچه‌شو، دستشو گرفته بوده برده بوده یه جایی، کجاشو نمیدونیم، که اونجا این بچه سر شیطنت و این ور اونور پریدن وارد یه جنگلی میشه، اونجا با یه جادوگر مرموز آشنا میشه به اسم اسنوویچ و اونجا اون بهش دارکمون رو یاد میده. خب این تئوری نیاز به فکتای بیشتری داره. بریم سراغ فریزینگ میست. راجب فریزینگ میست میخوایم ببینیم چی به ما گفته. فریزینگ میست تو توضیحاتش جمله آخرش میگه the snowy crown taught the young Rani to fear the dark moon as the imparted her cold sorcery. این دیالوگ فریزینگ میست که در واقع به یه the snowy crown اشاره میکنه، که با توجه به اطلاعات تو قسمت قبل the snowy crown همون the snowy که داریم ازش حرف میزنیم، کسی بوده که چیو یاد داده؟ دارک مون رو یاد داده، نه خانم رنالا. این خانم اسنوویچ، این دی اسنوی کرون چه ارتباطی با خانم رنالا داره؟ تو بازی فکت چیزی راجبش داریم؟ تنها فکتی که داریم که تو قسمت قبل اشاره کردیم فعلا و میتونه به همون کمکی هم نکنه و بکنه اینه که آقا ست اسنوویچ توضیح میده این خانم کیه و ماجراش چیه. تو قسمت قبل مفصل توضیح دادیم، اینجا راجبش خیلی حرف نمیزنیم، ولی توضیحات اسنوویچ رو دارید و ماهیت اسنوویچ که وجود دارد و از تئوری خارجش میکنه اینجا تایید شده است. استاد رانیه، توی جنگلی باهاش ملاقات کرده و دارکمون و کلن اون ماجیکا رو به رانی یاد داده. ظاهر جدید رانی هم ظاهری شبیه به عروسکیه که از ماهیت همین منتور یا همین استاد ساخته شده. اما یه ساید میشن جذاب تو بازی وجود داره که کمک میکنه به تئوری ما. ساید میشنی به اسم من دارم با هیجان میگم میکوبم به دستم. ساید میشنی به اسم ساید میشه یادم نیست، مربوط به این کرکتره میشه، اسپریت جیلی فیش اشس. ما یه اسپریت اشسی داریم، عروس دریاییه. تو بازی هم اوله بازی از یه NPC تو همون لند اول بازی میگیرید. این عروس دریایی اگر برید تو منطقه برفی، برید توی منطقه‌ای به اسم استارگیزر روینز، گفتم لفظ استارگیزر رو یادتون باشه، برید تو استارگیزر روینز که الان رو تصویرم میبینید کجاست، کجا رو داره نشون میده، دقیقا همون منطقه وسطیه که ازتون حرف زدم، منطقی به نظر میاد. این ساید میشین اینجا تموم میشه خب، و توی جایی به اسم استارگیزر روینز و ماجرای دوتا خواهره که یکی از خواهرها که همون عروس دریایی که پیش شما سالهاست از سرزمینش رفته و میخواد برگرده
اونجا و خواهرش رو ملاقات کنه و از یه ملاقات حرف میزنه. کل داستان خیلی عادیه، میگه آقا چرا باید یه عروس دریایی خواهرش رو گم کنه، بعد خواهرش در زمین برف بود بریم، بعد اینا هم همدیگر رو ببینن. آیا اتفاقیه؟ آیا میازاکی یه داستان اتفاقی توی ماجرا گذاشته؟ نه، با پیدا کردن آیتم گریت هود توی همون منطقه در واقع استارگیزر روین ماجرا جالب میشه. گریت هود نوشته Yes, surely this is the moon that young Renala gazed upon. ببینید بچه ها، ما این کلاه رو توی استارگیز روینی پیدا می کنیم که منطقش همخونی داره با جایی که قبلا اخترشناس ها زندگی می کردن قبل اینکه جادوگر بشن مثل رنالا. اوکی؟ و اینجا تأکید می کنه میگه آره رنالا چیز رو پیدا کرد، ماه کامل رو پیدا کرد، ماه رو پیدا کرد، جادوی ماه رو پیدا کرد، خیلی تلویحی نوشته و تبدیل شد به این چیزی که الان میبینید، به رنالای جادوگری که میبینید. پس همینجا تئوری داره شاخ و برگ میگیره. رنالا قبلا اخترشناس بوده، توی منطقه برفی زندگی میکرده نزدیک منطقه فایر جاینتا استار، اون منطقه وسط که ما با توجه به آیتم گریتود میفهمیم اونجا با ماه کامل آشنا شده و پا شده اومده. از ماجرای داستان فری عروس دریایی یه تئوری خلق میشه که آیا رنالا خواهری دارد که مدت‌ها ازش دوره و یه زمانی برگشته برای ملاقاتش و تو داستان عروس دریایی میخواد به ما بگه که آقا اینجا با هم دیگه ملاقات کردن، یا نه آیا خواهری داشته یا نداشته. یه آیتم همی وسط داریم، اینم مهمه باید بهتون بگم، به اسم پرایمال گلینستون بلید. خب هم این پرایمال گرینستون بلید یه خنجری بوده که قدیم جادوگرا قلبشون رو باهاش خط مینداختن و مثل هاراکیری ژاپنی یه جور خودکشی نمادین به حساب میومد، خودشونو میکشتن. این آیتم کجا پیدا میشه؟ لوکیشنی که پیدا میکنیمش کدوم منطقه است بچه‌ها؟ اسم منطقه‌ش رو بخواید نگاه کنید خیلی جالبه، Mountain Tops of the Giants. یعنی وقتی نگاه میکنید استارگیزر کجا میبینید؟ جز منطقه هاییه که زیر مجموعه چیه؟ استارگیزر روین کجا به حساب میاد؟ Mountain Tops of the Giants. ببینید قشنگ مشخصه که اینجا همون جاییه که اخترشناس ها و از جمله رنالا حضور داشتن. این خنجرم مهمه به خاطر اینکه هم نوشته Primal Glenstone Blade، خب اشاره داره به شوالیه گلینستون، همین که تو اون منطقه است. حالا چه ربطی هم داره؟ شما وقتی که ماجیک فاوندن اسمش هست فاوندینگ رین آف ستارز، فاوندینگ رین آف ستارز رو اول از همه بگم کجا پیداش میکنید؟ توی هرتیکال رایز پیداش میکنید. هرتیکال رایز مثل رنا رایز و رانی رایز و اینا از این برج بلند هاست که شما در واقع اسلات های جدید ماجیک و انکانتیشن رو پیدا میکنید. اینم تو همون منطقه برفیه که اشاره کردم در نزدیکی استارگیزر روینه اونجا پیدا میشه و توش اطلاعات جالبی میده و میگه که آقا جادوی گلینستون جز قدیمی ترین جادوهایی که کشف شده. یعنی شما توضیحاتش رو که میخونید میفهمید آقا گلینستون خیلی قدیمیه جادوش و حالا شاید متوجه قدرت شوالیه های گرینستون بشید که قدرت اینا از کجا میاد. اینا از همون زمان اون قبل‌تر، یعنی در واقع اینا گرینستون شوالیه ها کسایی بودن که به همراه رنالا اومدن و خاندان کاریان رو به اون شکل تو اونجا حکومتشون رو تأسیس کردن، از قبلش وجود داشتن و خیلی هم قدرتمند. حالا که تعدادشون چقدر بوده الان، چرا بیشتر از 20 نیستن یا اصلا از همون اول هم کمتر از 20 بودن، تو DLC 100% بیشتر متوجه میشیم به واسطه همون خانومی که رو صندلی بود و بهتون نشون دادم. اما تو ادامهش هم یه چیز جالبی میگه که حالا تو قسمت رادان قراره مفصل بابتش حرف بزنیم، مربوط به رانی هم میشه. فقط من اشاره خیلی جزئی میکنم، میگه که آقا کسی که آقا این جادوی گلینستون رو خلق کرده اینطوری به نظر میاد، تو تصور میشه که یه اتفاقی رو که دیده بوده شروع کرده با این ماجیک به تصویر کشیدن که ستاره ها در واقع به زمین نازل میشن، که حالا سر ماجرای رادان خیلیاتون الان شستتون خبردار شده. اینجا هم که بیمارستان دم خونه ما همینجور فقط میرن و میان، داریم ضبط میکنیم. خب اینم کجا پیدا میشه؟ تو اون منطقه. میبینید خیلی ارتباطات مرتبط به رنال، انقدر ما ادله و شواهدی پیدا کردیم بابت اومده که برام الان مسجل و مشخص رنالا به عنوان اخترشناس اول اونجا بوده و بعد رسیده به حضورتون آرزم که اینجایی که الان هستیم و داریم ازش حرف میزنیم. اما میریم سراغ تئوری. دوستان عزیز،
با توجه به اونجایی که آقا باید یه نفر دیگه قبلا وجود داشته باشه به عنوان جانشین و اینکه رنالدو هم بچه دیگه نداشته و ماجرای عروس دریایی ها و این قصه ها، ما میتونیم اینطوری تصور کنیم. خانوم رنالا خواهری داشتند. اسم خواهرشون چیه؟ رنا. توی قسمت قبلی ما ماجرای رنا و اشتباهی اسم رنا رو تلفظ کردن صحبت کردیم و بعد گفتیم آقا رنا در واقع اسنوویچه و اسنوویچ هم گلومایت کوین. قسمت قبلو ندیدید برید بشینید ببینید. خانوم رنالا دست بچهشون که جانشینشون به حساب میاد و یه جوری میگیرن ور میدارن میبرن کجا؟ ور میدارن میبرن جایی که از اونجا ستاره شناس شدن، جادوگر شدن، ستاره شناس بودن و جادوگر، جایی که ماه کامل رو دیده، قرار قدرت ماه کامل رو بده بچهش دیگه، میبره اونجا. اونجا رانی توی وقتی اشاره کرده به جنگل، ببینید اونجا هم استارگیز روین و اینا حساب بکنید، منطقه برف و اینا، اگه جنگلی هم بوده پوکیده دیگه، جنگلی نبوده. حالا اینکه آیا اشاره به جنگل دیگه هم داره یا نه، تو قسمت‌های بعدی الان یه عده تئوری فنا نیان بگن آقا پس میست بود ماجراش چیه و نوکرون سیتی، اونو تو قسمت‌هایی که لازمه بهش اشاره می‌کنیم. ولی همینقدر میگیم که آقا احتمالاً رنالا، اینا تئوریه، دست رانیو میگیره که میگه لید بای هند، منظورش اینه که دست بچه‌شو گرفته برده یه جایی. بچه که رانی باشه شیطون باشه شروع کرده این ور اون ور چرخیدن و با یه جادوگری ملاقات کرده به اسم اسنوویچ. چرا اونجا اشاره کرده تنها پرینسس باقی مانده؟ گویا قبل از اینکه اسنوویچ بمیره، طبق چیزی که حالا تو تئوری مطرح میکنم، قبلی که اسنوویچ بمیره، اسنوویچ هم به عنوان خواهر رنالا پتانسیل جانشینی رو داشته. و نکته مهم این که خواهرش دارکمون رو کشف میکنه، خود رنالا قدرت مون رو کشف میکنه و یه جورایی راهشون از هم جدا میشه. سالها میگذره و خواهرم خودکشی میکنه بعدن. با چی؟ با همون شمشیری که توی چیز بهتون نشون دادم، توی توضیحات بهتون نشون دادم، گلینستون بلید. خودکشی میکنه و نکته اینه، تئوری اینه آقا اسنوویچ رنا، خواهر رنالا، بعد از اینکه خودکشی میکنه روحش رو توی کالبد عروسکی که در طول داستان رانی باش ملاقات داشتیم مخفی میکنه و در واقع چیزی که رانی میدیده اسنوویچی که زنده است نبوده، روح اسنوویچ رو میبینه. در واقع یه جورایی رنالا برگشته بوده به جایی که خواهری که خیلی وقت دلتنگشه گذاشته رفته، دلش براش تنگ شده بوده و اینو تو جریان قصه ای که حالت ایسترگی داره توی عروس دریایی متوجه میشی، برمیگرده و اونجا شروع میکنه از گذشتش و اینا حرف زدن. رانی به صورت کاملا اتفاقی با اسنوویچی ملاقات میکنه که دیگه در ماهیت فیزیکیش زنده نیست و حالا اتفاق جذاب، اسنوویچی که دیگه زنده نیست طراحی ماجرایی که مربوط به رانی رو میشه انجام میده. اینجا دو تا فرضیه است، یا اینکه اسنوویچ راهنمایی کرده رانی چی کار کنه، یا اینکه اسنوویچ سر رانی رو کلا گذاشته و اصلا دلیل اینکه اولین بار ما رانی رو میبینیم میگه سلام من رنام، سوتی خود رنا بوده و بعداً مال توضیح داده که نه من اینطوری ام اینا. این فرضی تا حدودی منحله ها، خب به خاطر اینکه انقدر فکت وجود داره راجع به انگیزه های رانی و بحث ایمپریان و اینها که نیازی به انقدر جانگولر بازی نیست. ولی چیزی که مشخصه اسنوویچ در واقع به همراه رنالا اونجا حضور داشتن. اما در ادامه چیزی که هنوز برامون سواله، ارتباط اسنوویچ و گلومایت کوین. تو این قسمت ما فهمیدیم رنالا رگ و ریشش کجاست، حالا اینکه چه اتفاقاتی افتاده، رگ و ریشش کجاست و کجا بوده، شاید برای خیلیاتون هم جالب بوده که چه جالب، اصلا تو اون منطقه برفی بوده، ستاره شناس بوده. ما حداقل متوجه شدیم اسنوویچ هم کجا دیده شده، یعنی به احتمال زیاد اسنوویچ کجا ملاقات شده و به احتمال زیاد اسنوویچ خواهر رنالاست هم خودش خیلی جذابه. حالا ممکنه بعضیا بگن خب ادله های بیشتر، آقا سریال صبر کنید، من الان بخوام مثلا تئوری تریپل گادس و اون برجای تری سیستر رو، اینکه میازاکی علاقه داره به فولکلورای کلا اساطیرایی که تو کل دنیا هست و اینا رو الان بگم که مال یه قسمت دیگه است، جاش نیست. چرا اون سه تا برج اونجا اسم یکیشون رنا رایزه، یکیش رانی رایزه، یکیش هم یه آقایی توشه و اصلا نوع رایزش فرق داره، چرا تری سیسترزه؟ اینا رو تو قسمت بعدی حرف میزنیم. ولی چیزی که متوجه شدیم اینه که آقا تئوری ما خوب داره جلو میره، اسنوویچ خواهر رنالاست، یعنی هویت اسنوویچ حداقل خواهر رنالاست برامون مشخصه. از طرفی اگه قرار باشه خواهر رنالا باشه، چطوری میتونه گلوم آیت کوین دختر ماری کام باشه؟
تنها شواهدی هم که در خصوص گلوم آید کوین اسنوویچ هست داریم، چشم ملیناست که تو پایین فرنزی باز شده و دقیقاً به مشابه چشم آبی رنگ رانیه. و نکته دوم هم شباهت بسیار زیاد رانی و ملیناست که با توجه به تئوری گلوم آید کوینی گفتیم این دوتا یکی هم. به نظرم کافی نیست. برای اینکه این سوال بتونه حل بشه برامون، ماهیت اسنوویچ کاملا برامون مشخص شده الان دیگه، نیازمند اینه که بریم قسمت بعدی که الان تامنیلش رو صفحه میبینید. بله، برامیم سراغ آقای ملیکس تو قسمت بعدی. از الان هم واسه تون لو دادم قسمت بعدی رو، که آیا تو قسمت بعد این سوال که با چه ادله‌ای میشه قطعی گفت اسنوویچ و گلوم آید کوین یکیان و منطقا به ماجرای ماریکا و رنالو و ارتباط مادر و دختری هم لطمه ای نمیزنه، تو قسمت بعدی میبینید. امیدوارم این قسمت شورتکات رو دوست داشته باشید. فکت های جدیدی که راجع به رنالو براتون تعریف کردم براتون جذاب بوده باشه و اینکه بیشتر کنجکاو شده باشید آیا اسنوویچ واقعا گلوم آید کوینه یا ما داریم مسیر رو اشتباه میریم. مثل همیشه توی کامنت ها منتظر تئوری های جذابتون و نظرات جذابتون هستم، عاشقتونم و خیلی چه